سلام محمد خیرخواه. ویدیو قبلی من من یه سری آمار از کشور امریکا منتشر کردم خیلی خورده گرفتن به من و اینکه این آمار چیه تو همش شده بدیار نشون میدی از خود در نمیدونم اکانت تو ریپورت میکنیم و یه سری حتی کامنت هم اومد که انقدر تو این بود که خود یوتیوب حتی فیلتر کرده بود که برای مدت ها به من نشونش نداد بعد میرفتم توی یه سکشن دیگهش که بتونم کامنت ها رو بخونم به خاطر اینکه به حال توهین کرده بودن و اینا این آماری که من دادم آماری نبود که من از خودم در باشم تو همون کامنت اول اون ویدیو هم که برید که آخرین ویدیو دوباره لینکش میدم میتونید ببینید پینش کردم کامنت اول از جای موثلی هستن منابع موثلی هستن از خودم من در از نیویورک تایمز از ای بی سی از جای خیلی موثق هستن این آماری هستش که وجود داره تو امریکا متاسفانه یک اتفاقی افتاده که خیلی ها که به حال اطلاعات درستی ندارن نظر میدن دیگه همیشه این نظرها وجود داره و متاسفانه حتی نمیخوان که نظرشون هم عوض کنن وقتی یک چیزی و یک نفری حالا با علم بیشتری داره توضیح میده یک چیزی رو شنیدن تو ده های هفتاد ده های هفتا هشتاد میلادی که امریکا اون شکلی بود و اینا میگم هنوز امریکا جای خیلی خوبیه واسه مهاجرت ولی مشکلات خیلی زیادی هم در کنارش داره نمیخوان متوجه بشن که ببین جهان داره تغییر میکنه و ما هی باید خودمون رو آپدیت نگه داریم آپدیت کنیم و اون آماری که نشون میده نشون میده که امریکا خیلی دیگه به اون جای اون قوی که اون شکلی بودش مثل دوای هفتاد و هشتاد حالا اوایل نود دیگه اون شکلی واقعا نیست بر اساس همون آمارها و آمارهای دیگه که نگاه میکنید ولی کسایی که حتی یک روز تو اون کشورم زندگی نکردن حتی سرم نرفتن بزنن کسایی هستن که خیلی راحت میان کامنت میزنن ناراحت میشن به خاطر اینکه احتمالا یک امیدی توی دلشون ساختن که اونجا به هر حال اونجا هست که باید برن بهش برسن و وقتی یک کسی مثل من میاد که آمار حقیقی رو بازنشرش میکنه نمیپذیرنش من و افتار بعضی از این دوستان یاده یه حکایت قدیمی میندازه 99 99 درصد کسایی که میان کانال یوتیوب منو میبینن آدم های بسیار محترمی هستن کامنت ها همیشه بسیار محترمانه است لطف کردن توی اینستاگرام و جاهای دیگه به من مسج میدن و ایمیل میزنن سباس کذارم ازشون ولی این واسه یک بخش بسیار بسیار بسیار, بسیار کم کمتر از یک دهم درصد این حکایتی که میخوام بگم که واسه اون آدم هاست میگفتن که یک آدمی خیلی ببخشید با مطفوعات سر و کار داشت چاهکن بود و اهل مطفوع میکشید بیرون و اینا یک روزی از یک بازار عطفروشان رد میشد و به خاطر این بوی عطفای خوشبویی که خورده بود به دماغش بیهوش میشه و میفته وسط بازار خلاصه اون بازاریا ها انواع اقسام عطفای مختلف رو میارن خوشبو هر شکلی که هست میارن که اینو شاید بتونن بر اساس این بوه بیدارش کنن هیچ اتفاقی نمیفته تا اینکه یک پیر خردمندی از اونجا رد میشده و میگه که یه خود از اون مدفوعات بیارید که این بو کنه یه کسی به حال اون میاره و به مثل اینکه درف بو میکنه از جا پا میشه و اون پیر خیرتمند گرد به بقیه میگه که ببین شامه این آدم عادت کرده به بوی بد بعضی از این آدما هم توی زندگی این شکلی عادت کردن که یه سری چیزای بد بشنون یه سری هنوز چیزای خوب گوش نکردن خوب چیزای خوب ندیدن یک چیزی تو ذهنشون ساختن و خیلی هم راحته که به قول امریکایی هم مانیپیلیتشون کرد که ساده بازیشون داد و اینا نمیبینن نمیخوان حتی این ذهن رو باز کنن که اگر یک کسی یک چیز بهتری شاید داره پخش میکنه حالا خودم و شخصا واقعا نمیگم یک چیز بهتری وقتی وجود داره هر چقدر به نظر من اگر به ذاقه ما خوش, ن... خوش, نیاد ما باید بپذیریمش که یک سری از ریالیتی ها واقعیت های دنیا این شکلیه ممکنه به زاغه ما خوش نیاد ولی واقعیت وجودی اونجاست همه ای صحبت هایی که من کردم تو این کانال یوتیوبی از همون اولش هم که اگر نگاه کنید من همیشه این کلمه رو گفتم که ببینید بیشتر از 325 میلیون نفر توی کشور امریکا ایالات متحده زندگی میکنن شما اگه برید اونجا یا نرید اونجا واقعا هیچ تفاوتی نه توی زندگی من تغییر میده یا ایجاد میکنه نه اون 325 میلیونی که اینجا که اونجا دارن زندگی میکنن و شما جاشون رو تعیین میکنید همیشه هم من گفتم که خیلی خوبه مهاجرت و برید ولی همه این آمارها واسه اینه که بتونید یه تصمیم گیری درستی بکنید یه سری بودن که من پول گرفتم از یه کسی که این حرفا رو بزنم که خنده داره واقعا این صحبت ها اگر شما هم خداسه با است این که پول گرفتن و این صحبت ها ما ها که به از این کار اگه میخواستیم بمونیم هنوز توی اون مملکت مونده بودیم واسه سیستمی که اونجا هستش کار میکردیم چرا به ایران بر نمیگردیم یک زیر همون کامنت و اون ویدیو هم یک کامنتی اومده بود زیر همون ویدیو یه سه کامنت گذاشته بودن که اگه خب امریکا رو دوست ندارید اونجا رو ولکن برگرد بیا همین ایران چرا اونجا رو بزش منفی میگی و اینا خیلی من, من یاد یه سری از آدمایی که نجات پرست و ریسیس هستن توی خود امریکا انداخت احتمالا احتمالا اگر شما مهاجر باشید و تو امریکا سالهای متعددی زیاد زندگی کرده باشید یک کلمه رو خیلی باش آشنا هستید که if you don't like it go back to your home country یا go back to your country اگه خوشت نمی از اینجا برگرد همون جایی که اومدی برگرد با کشور خودت که بسیار بسیار کلمه نجات پرستانی هستش به خاطر اینکه بازم میگم از غیر از بومیایی که اونجا زندگی میکنن هیچ کسی واسه خود امریکا نیستن امریکا کشور مهاجرانه به خاطر هیچ کسی نمیتونه بگه که برگرد برو کشور خودت اگه دوستش نداری اون کامنت ها منو یاد اون صحبت های نجات پرستانی میندازه و به چند تا تیکه تقسیم میشه یکی این که ساده ترینش اگه واقعا ما میتونستیم برگردیم به کشورمون شما احتمالا یا ما رو نمیشناسید و کارهایی که قبلا کردیم تو ایران به عنوان خبرنگار به عنوان هر چیز دیگه که اذیتمون کردن و خواستن که مجبور شدیم به حال از کشور بیام بیرون از کشور خودمون خیلی شبانه اومدیم بیرون خیلی یا بدون برنامه ریزی بدون این که حتی بخوان عزیزانشون رو بوستن اومدن بیرون اگه میتونستیم واقعا برگردیم برمیگشتیم برمیگشتیم حتی اگه واسه زندگی هم نمیخواستیم نمی زندگی طولانی که الان دواش توضیح میدم بخوام برگردیم حداقل میبودیم یه سری میزدیم این دلتنگی که سالهاست یه حفرهای توی دل هممون ایجاد کرده رو پرش میکردیم دلیل این که خیلی از آدمایی که میرن از ایران سختی مهاجرت رو میکشن و با وجود همه مشکلاتی که کشور غرب یا شرق حالا داره معمولا کشور غربی بیشتر به خاطر اینکه کیفیت زندگی توشون بالاتره میپذیرن که سختی بکشن ساعت ها کار کنن زیر بار هزینه ها برن همه این چیزها رو قبول کنن با وجود اینکه اون گرمی خانواده و دوستان و به حال وطن و اینا رو ترکش خیلی سخته همه اینا رو پذیرفتن که بزنن کنار ولی اونجا باشن چند تا دلیل داره من یکی دو تا واقعا دلیلی که خیلی خیلی ساده هستن از نگاه قلب و هنوز توی متاسفانه کشورهای ما که کشورهای حالا دیولوبمنت کانتریز کشورهایی که میگن دسته سوم هستن که من خیلی دوست ندارم اسمشو دارند این چند تاست خیلی تعدادشون زیاده واقعا من یکی دو تا رو که هممون به عنوان کسایی که توی خارج از ایران زندگی میکنیم و یه جای بهتری و به دیدیمش این چند تا هستن که چند تا دلیل شو بهتون بگم اولیش یه چیزی هست به نام ایگو که بعضا خیلی کلمه جالبیه توی کلم توی زبان انگلیسی ایگو یه تکبری هست که پایه ای نداره و اونو خیلی توی جوامع این شکلی میبینید اینجا حالا من میگم سال هاست توی 14 سال الان توی ایران نبودم ولی مثلا همین توی استانبول شما قدم میزنی یا کشورهای این شکلی توی همین حالا خاورمیانه یه خورده یا جاهای دیگه هم البته وجود داره یه ایگو یه تکبر علکی وجود داره از سمت آدمایی که واقعا واقعا و واقعا هیچ کاری تو زندگیشون نکردن یعنی شما اگه بیاید زندگیشون رو یه لیست بکنید روی کاغذ بنویسید میبینید که واقعا غیر از نفس کشیدن و ایجاد مزاحمت کار دیگه واسه آدم های دیگه نکردن یه تکبر این شکلی همیشه گی دارن این آدم ها. ولی در قبال شما پامیشید مثلا میرید امریکا من سه تا رئیس دارم توی شرکت دیزنی که کار میکنم سناشون هر چقدر که کمتر میشه پوزیشنهاشون پوزیشنهای بالاتری هستش رئیس من که به هر سالها توی جاهای عجیب غریب کار کرده مثل واشنگتن پست نمیدونم مجله تایم کار کرده اومده توی کاخ سفید کار کرده همه اینا رو انجامش داده شما اگه مثلا نگاه بکنید بهش میبینید که این آدم با تمام اندیشه و دانش و این سایی که داره تکبری واقعا نداره یعنی شما میشینید پاش به رزومش رو نگاه میکنید و میبینی که چه کاکاهای عجیب و غریبی واقعا زندگی انجام داده و هیچ تکبایی نداره یعنی مثلا این آدم رو تو خیابون نگاه کنیم میبینی که جدی این آدم همه این کارها انجام داده و مقایسهش میکنی با یه این آدم اینجا که هیچ کاری انجام نده و تکبر این شکلی داره این یکی از اون چیزایی هستش که من واقعا یکی از دلایل اصلی بود که اومدم از ایران بیرون این سر و کله زدن با آدما کسایی هستش که بیدانش هستن ولی توی انگلیسی کلمه خیلی خوبی دارن بهش میگن illusion of knowledge illusion of knowledge دارن یه چیز فکر میکنن یه چیزی رو بلدن یه جایی یه چیزی خوندن یا از سوشال میدیا فکر میکنن یه سری چون اینفورمیشن گرفتن یعنی اونا دانش در صورتی که این شکلی نیست حتی واقعا باز نکردن یک دیکشنری و یه فرهنگ لغتی رو که بخونن ببینن که مثلا این کلمه پایی و اساسش... اساسش کجاست تا اینقدر بیسیک و حتی نرفتن انجام شدن ولی یه ایلوژه یکیش اینه که خیلی واسه من حد بزرگه دوش قانون مداریه قانون مداری من چند, چند, هف... چند, هف... چند, روز پیش حدود یک هفته پیش اینجا انتخابات استانبول عکاسی میکردم پنج تا دار... تو پنج تا مدرسه که جایی بود که آدم ها رنگ میدادن رفتم عکاسی کنم از پنج چهار به من گفتن که تو نمیتونی اینجا عکاسی کنی خب و خیلی هم جالب بود اون مدرسه پنجم هم که به من اجازه داد که من بتونم عکاسی کنم با وجود که من کارت خبری دارم مجوز دارم همه این چیزها رو دارم و اینجا قانونی دارم کار میکنم از یک اتاق کلاس به یک اتاق کلاس دیگه که میرفتی قانون ها عوض میشد به خاطر اینکه آدما خودشون رو قانون میدیدن درسته که یک چیز بزرگ کلی وجود نداشت که بتونه بگه که آقا این قانون دیگه این چیزیه این یکی از چیزهای دیگه است که اینجا واقعا صبح پا میشی یک نفر حالش خوبه زندگی تو هم با درگیر اون آدم بشه یعنی یک چیزی نیستش که بری بهش بگی که آقا اینجا یه خطی رو نوشته مهم نیست که شما حالت خوب هستش یا نه بر اساس این خطی که قانون هستش ما باید بریم جلو این چیزی هستش که من تو قلب مخصوصا توی امریکا دیدم که اگر شما یک قانونی اونجا ثبت بشه واقعا بهتون میگم اگر شما یک آدم دونپایه پایه باشید یا یک آدم نمیدونم رئیس یک جایی باشید اگر اون قانون میگه این کار نمیتونی بکنی یا این کار باید بکنی خود خداشم واقعا بیاد نمیتونه تغییرش بده بله پول دادن لابی کردن پارتی بازی همه این چیزها هست ولی واقعا تهش که میرسه اگه یک عدالت خانه ای بری که بخوای دادخواهی بکنی هست هیچ کسی هم نمیتونه جلو تو بگیره اینا واقعا یکی دو تا از اون چیزهایی هستش که متفاوت میکنه خیلی چیزایی شکلی وجود داره که متفاوت میکنه قرب با شرق حالا دیگه شرق من نمیشه که بهش گفت با خاور میانه و جایی که ما توش جبر جغرافیایی همیشه داریم خیلی چیزایی شبیه این هستش که با تمام دلتنگی هایی که نسبت به ایران وجود داره و نسبت به بعضی از ایرانی ها وجود داره آدم دلش رو تیز میکنه دلش رو کسیف میکنه که کدورت ایجاد میکنه که باید چی من برگرم بخوام برم توی کشوری زندگی کنم که صبح تا شبش میدینی باید با آدم ها سر و بزنم یا اینکه آدما ها لذت های کوچیک لحظه رو ترجیح میدن به لذت های بزرگی که میتونه لیبریتشون کنه آزادشون کنه یه مثال دیگه براتون میزنم شما مثلا شنیدید که من موقعی که از حالا مثل پیر مرد الان میشم 15 دقیقه هستم صحبت میکنم ولی موقعی که من از اومدم از خونم بیرون 14 سال پیش توی همون خیابون انقلابم هم زندگی میکردم یه خونه یه خوابه داشتم 300 هزار تومن بود اون موقع کرایش الان من چند وقت پیش شنیدم که مثلا یک پراید ساده رو شما بخوایی 100 میلیون اومده یه همچین چیزی اگه حالا اشتباه نکنم عددش رو و آدما خوشحالن که مثلا یه ماشینی که پنج سال پیش و 50 میلیون خریدن الان شده 500 میلیون این خوشحالی نداره این گریگی داره میدونم شرایط اون جامعه این شکلیه که هر کسی دوست داره به حال به خاطر زندگی کردن به خاطر اینکه بتونه دووم بیاره این کار انجام بده ولی این یه چیزای شیرنیای همینه که ریختن پای آ... آدما که آدما فراموش کنن که یک چیز بزرگی اگه اینو ولش کنن بگن که آقا ما نمیخوام اصلا این چه وضعیه داره اتفاق میفته شما باید برید یه آزادی بزرگتری به من بدید هیچ وقت این کار نمیکنن یه مثال دیگه واسه تو میزنم توی یه سری جزایر هستش اگه اشتباه نکنم یا تو آمازون یا توی, توی آفریقا یه سری میمون ها بابون ها وجود دارن که نمک خیلی دوست دارن و شکارچی ها اینو میدونن میان کاری که میکنن یک چاله میکنن و توش نمک میریزن نمک زیاد و این بابونه دستش رو میبره تو این چاله که بخواد این نمک رو بگیره دستش این مشتش باعث میشه که اندازه از اندازه این چاله یه خودی بیشتر بشه و هر کاری میکنه دیگه دستش در نمیاد بیرون و اینجوری اون بابونه ها رو شکار میکنن و مسیر رو پیدا میکنن که به سمت آب حالا برسونن اون شکارجی رو هر تمام کاری که این میمونه باید انجام بده این بابونه باید انجام بده اینه که دستش رو ول کنه این نمکه رو ول کنه و آزادی بزرگتری پیدا کنه ولی نمیکنه این آدم ها، این کار رو به خاطر اینکه محدود شده به همون تیکه و فکر میکنه که این دیگه تمام زندگیش دست داره که یک چیز خیلی بزرگتری وجود داره خیلی ساده است روی این یوتیوب و اینا که دوباره میگم نمیدونم جزیره لختی و نمیدونم دوربین مخفی و از این چیزهای واقعا چیپ ساخت و رفت جلو و اصلا نیازی هم نباشه که به علمی بخواد اضافه کنی یا تو این درد بخوای بیفتی ولی ما پیش رو به تنمون مالیدیم و خواستیم که نباشیم مثل همه آدمایی که حالا بیسیک دارن میرن جلو یا ست آدم ها رو میخوان بیارن پایین مثل اون صحبتی بود که دوباره حالا یه مثال دیگه میزنم و اینو تمامش میکنم اگر احمد شاملو احمد شاملو عزیز توی دانشگاه برکلی دهی ده نوود ده اگه اشتباه نکنم با از دانشگاه روی،, روی یوتیوب هم هست فیلمش که سرچ بزنید یکی از دانشجو میپرسه که آقا شما شعراتون خیلی سخته جامعه نمیتونه همچین شعری رو بخونه و شاملو یه حرف خیلی جالب میزنه میگه من به عنوان شاعر به عنوان هنرمند به عنوان هر کسی که حالا اسمش رو بخواد بذارید کار من این نیستش که سطح خودم رو بیارم اندازه اجتماع بکنم کار من اینه که سطح اجتماع رو بیارم بالاتر با شعرم خب به خاطر همین ساختن چیزای اون شکلی که هر حال آدم ها انجام میدن و اینا اصلا کار سختی نیست نیازی هم نداره خیلی هم میتونیم کنار هم دیگه باشیم گپ و اینا بزنیم ولی ترجیح من اینه که فرشش رو بخورم ولی حداقل ته دلم صادق باشم با خودم و با کسایی که به حال هستن چون آدم هایی هستن که واقعا خوبن و مسیری رو میخوان پیدا کنن واسه اینکه به هر حال از اون کشور بیان بیرون و مهاجرت کنن و راه سخت مهاجرت رو در پیش بگیرن و اطلاعات بهتری میخوان و تمام کار من و تلاش من اینه که یک اطلاعات سالمی و واقعا دست مخاطرم بدم که خودش فقط من بشینم رو میز واسش هم خوبیاشو هم بدیاشو که تو ویدیوهای قبلی ساختم هر دوتاشو حتی اگه برید دقت کنید تعدادشون دقیقهاشون اندازه و طولشون خیلی به حال تصمیم تصمیم گرفتم که حتی دقایقشون هم اندازه همدیگه باشه رو ساختم که بیاد به اون مراجعه کنه من ترجیح هم اینه که واسه اون نوع آدما بسازم هر چقدرم که ابتدای این راه یا مسیرش یا تهش سخت باشه واسه و به... بهتون گفتم حقیقت به نظر من مهمترین چیز زیباترین چیزه من حقیقت رو از عشقم بیشتر دوستش دارم به خاطر این خودم ترجیح میدم که حقیقت یک کشیده محکمی در گوشم بذاره تا اینکه آدما بخوان با دروغ گفتن منو این 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 رازیم نگه دارن تا حالا اون تهش منطقه به هیچ جایی نرسه حقیقت همیشه بهتره مرسی که, ها... مرسی که هستید در این داستان حرف زیاده واقعا در باید مهاجرت و اینا بیشتر در موردش صحبت خواهم کرد اگه دوست دارید سابسکرایب کنید لایک بزنید کامنت بذارید اینجا حرف دلتون رو بزنید با هم دیگه هستیم دیگه زود میبینم اتون.